شاگردای عزیز، عرض سلام و ادب خدمت شما. امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. امروز درس دوم از کیمیای صنف 8 را در خدمت شما عزیزان هستم که میایم با هم دیگه کار میکنیم. قبل از او شماره ای را که براتون میخوانم میتونید سوالات خود یا کارخانگی خود را برای ما روان کنید که با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم ما کارخانگیتون صحیح هست یا که نه. شماره به این صورت هست: 2-0-964-780-255-40-13. خوش آگردهای عزیز، آمادگی لازم را بگیرید که میخواهیم خلاصه این مطالب امروز برای تخت سیاه که نوشته کردیم براتون بگویم. مطالب درسی که امروز ما شما میخواهیم یاد بگیریم شاگردهای عزیز، ابتدا اجزای اساسی ماده را براتون تعریف میکنیم که اجزای اساسی ماده چی هستن، براتون مثال میزنیم و بعد در ادامه در رابطه با هسته با شما گپ میزنیم که هسته دارای دو بخش هسته، دو ذره در قسمت قرار گرفتن، نیوترون و پروتون، و بعد سه ذره اساسی که در اتم موجودیت داره شامل الکترون، پروتون و نیوترون را با هم دیگه کار میکنیم که چی ویژگی هایی داره برایتان شکلش نشان میدیم، و در آخر هم مطلب که ما و شما یاد میگیریم امروز نمبر اتمی است و نمبر کتله اتمی که برای هر کدام مثال کار میکنیم و با هم دیگه یاد میگیریم. خوش آگردهای عزیز، میرهیم که درس امروز آغاز کنیم. مطلب اولی که میخواییم امروز ما و شما یاد بگیریم شاگردهای عزیز، ابتدا میاییم یک خلاصه یک درس قبل براتون میگم. اگر یادتون باشه شاگردای عزیز و نازنین، براتون در درس قبل نظریات دانشمندان مختلف در رابطه با مدل های اتمی براتون گفتیم. اشتراکاتی که بین دانشمندان اخیر که نظریه های کامل تر و پیشرفته تر را در رابطه با ساختمان اتم برای ما داد به این صورت بود که اجزای اساسی اتم میتونه دو بخش باشه: یک، قشر الکترونی، دو، هسته، که الکترون ها در قشر الکترونی موجودیت داره و در اطراف هسته چرخش میکنه و تمامی کتله اتم در هسته یا قرار گرفته. همچنان تصوری که شاگردای عزیز ای دانشمندان از ساختمان اتم و فضای اتم برای ما داد به این صورت بود که اتم را اقدر کوچیک در نظر می گرفت، می گفت اتم اقدر کوچیک هسته و مانند یک توپ فوتبال می مانه در فضای استادیوم، و فضای اتم را اقدر بزرگ هسته که به مانند فضای استادیوم می تانیم در نظر بگیریم. این تصوری بود که دانشمندان در رابطه با ساختمان اتم در ذهن ما ایجاد کرد. خب امروزه شاگردای عزیز، دانشمندان به این نتیجه رسیدن که هسته اتم ها از دو ذره تشکیل شده است: یک، نیوترون، دو، پروتون، که در این هسته قرار گرفته. حالا ما میخواییم ما و شما امروز با هم دیگه کار کنیم ببینیم که سه ذره اتم که شامل الکترون، پروتون و نیوترون هسته دارای چی ویژگی های هسته با هم دیگه کار کنیم. خوش آگردهای عزیز، اولین ذره پروتون هسته. میخواییم ببینیم که پروتون چی ویژگی های داره، دارای چی چارجی هسته و موقعیت آن ده هسته کجا قرار داره. مطابق به شکلی که شاگردان عزیز در سلایت مشاهده میکنید، پروتون ها ذره هسته که موقعیت آن ده هسته هسته، همچنان دارای چارجی مثبت هسته و با سمبول پی
نمایش داده میشه. شکل پرتون ها را شما در اسلاید مشاهده میکنین که در قسمت برایتون در نشان دادم صحیح است که دسته دارای چارچ مثبت با سمبول پی نمایش داده میشه. این میشه ویژگی های پروتون که اولین ذره هسته. دومین ذره نیوترون هسته که ویژگی هایی که داره به این صورت هسته. شاگردای عزیز، این ذره نیوترون نخستین بار توسط یک دانشمند به نام جیمز چادوینگ کشف شده. این نام دانشمند هم بلد باشین. اما خصوصیات این نیوترون چی هسته؟ مانندی پروتون نیوترون هم در هسته قرار گرفته، اما دارای چارج نیست، خونسا هسته و با سمبول این هم نمایش داده میشه. در شکل دقت کنید، جایگاه نیوترون برای شما در قسمت نشان داده شده. شاگردای عزیز، این هم شکلی نیوترون هست و ویژگی های دومین ذره به نام نیوترون. خب حالا میخواییم ببینیم که سومین ذره که الکترون میباشه چه قسمی هست، دارای چی ویژگی های هست، چارچش به چه صورت هست و در کجا قرار گرفته، موقعیتش کجا هست. قبل از اینکه شاگردای عزیز بخواییم ویژگی های الکترون رو براتون بگویم، یک نکته را میخوام به اینجی در رابطه با پروتون ها و نیوترون ها براتون بگویم که طبق تحقیقات دانشمندان انجام داده، طبق اندازه‌گیری که انجام داده، کتله پروتون و نیوترون با هم مساوی هسته. امی دو ذره که دسته جای گرفته دارای کتله مساوی و یکسان می باشه. این نکته را دقت کنین و یاد داشته باشین که ممکنه در سوالات امتحانات بیایه. خب و اما سومین ذره یا الکترون که دارای چی ویژگی ها است؟ اما طور که در شکل مشاهده میکنه شاگردای عزیز، موقعیت این ذره سوم نشان داده شده. موقعیتش در کجاست؟ در قشر الکترونی است. در قسمت براتون نشان داده شده. در قشر الکترونی در حال چرخش است. دارای چارچی منفی است که چارچ هم در این سلاید براتون مشخص شده. و به صورتی با سمبول ای نمایش داده میشه که در این قسمت هم شما ویژگی های الکترون را یاد گرفتین. هر جایی که سمبول ای را مشاهده کردین بفهمین که سمبول چی هسته؟ الکترون هست، برای شما الکترون را نمایش میده. خواهی شد ویژگی های الکترون. نکته ای که در رابطه با الکترون هست شاگردای عزیز، خوب دقت کنید. گفته میشه طبق اندازه‌گیری ها کتله الکترون ها 1840 مرتبه سبکتر از کتله پروتون هسته. خب از این جمله چی برداشت میکنیم شاگردای عزیز؟ آفرین، احسن به شما. از این جمله برداشتی که ما شما میکنیم این است که اینقدر کتله الکترون بسیار کوچک، بسیار ناچیز است که ما میتونیم کتله الکترون را چشم‌پوشی کنیم و چون مقدارش بسیار ناچیز است و تمامی کتله اتم در مربوط به هسته بدانیم که شامل پروتون و نیوترون هست. پس این نکته را هم توجه داشته باشین که در سوالات امتحانی ممکنه بیایه. خب حالا که با ویژگی های سه ذره آشنایت پیدا کردین، الکترون، پروتون و نیوترون، فهمیدین که چه قسمی از ویژگی هاش و موقعیت آن به چه صورت هست و دارای چی چارج هایی می باشه، می خواهیم ببینیم که اتم ها را چه قسمی ما می تونیم نمایش بدیم. قبل از اینکه یاد بگیریم که اتم را چه قسمی نمایش دادن می توانیم، لازم هست که شما با دو نمبر آشنایت پیدا کنین، یاد بگیرین. یک نمبری کتله اتمی و دو نمبری اتمی که هر کدام براتون تعریف میکنیم که این نمبرها تعریفش چی هست. نمبر اتمی به چی گفته میشه شاگردای عزیز؟ به مجموعه پروتون های موجود ده هسته نمبری اتمی گفته میشود شاگردای عزیز. خب بیایم یک مثال کار کنیم با یک دیگه. مثال به این صورت است: اتمی آن 26 الکترون دارد. 26 الکترون، تعداد پروتون و همچنان نمبری اتمیان را مشخص نمایید. خب این مثال را بریم برای تخت سیاه با کمک یک دیگر انجام میتیم. شما برای حل هر مسئله اول معلومات را نوشته کنید. خب گفته اتم آهن دارای 26 الکترون است.
الکترون رو با چه نماد نمایش میدادیم؟ با نمادی؟ احسنت. ای. خب. گفته تعداد پروتون و همچنان نمبر اتمی را مشخص نمایید. تعداد پروتون را از ما خواسته. پروتون را با چه نماد نشان میدادیم؟ با نمادی یا سمبولی پی. پی را از ما یا همون پروتون ها را خواسته. نمبر اتمی را از ما خواسته. نمبری؟ اتمی. خب هر کدوم ما میاییم؟ جوابش را به دست میآوریم. خب الکترون ها 26 تا هسته. پروتون ها را از ما خواسته. نمبر اتمی را از ما خواسته. خب نمبر اتمی شاگردای عزیز پیشتر براتون تعریف کردم نمبر اتمی چی است؟ نمبر اتمی تعداد پروتون ها را برای ما نشان میداد دیگه، درست است؟ پس مساوی است با تعداد پروتون ها. خب اگر ما تعداد پروتون ها را به دست بیاریم نمبر اتمی میشه همون دیگه، صحیح است؟ خب تعداد الکترون ها 26 تا هست. نکته شاگردای عزیز، ما میدانیم که از قبل میدانیم که هر اتمی که خونسا باشه تعداد الکترون ها و تعداد پروتون های هم با هم چی هستن؟ مساوی هستن. خب چون اتم آهن خونسا هستن پس تعداد الکترون ها با پروتون ها چی هست؟ مساوی هستن. پس پروتون ها میشه 26. نمبر اتمی ما هم میشه چند؟ 26. اینجا به همین راحتی بلست آمد. نمونه یه سوالات زیاد هسته، میتونین در خانه حالا به کمک پدر و مادر خودی را انجام بدین. خب حالا میخواییم ببینیم که دومین نمبر که نمبری کتله اتمی میباشه این نمبر تعریف چی هسته؟ تعریفی که ما از نمبر کتله اتمی میتونیم داشته باشیم به این صورت هست: به مجموعه پروتون ها و نیوترون هایی که در هسته قرار گرفته، مجموعه پروتون ها و نیوترون ها را ما نمبر کتله اتمی میگیم. دقت کنید، پس میشه مجموعه چی؟ مجموعه پروتون ها و نیوترون ها را ما نمبر چی میگیم؟ نمبر کتله اتمی. حالا بیم یک مثال برای دیگه کار کنیم. مثالی هست: عنصر هلیوم دارای دو پروتون و دو نیوترون می باشه. از ما چی خواسته؟ نمبر کتله رو خواسته که چند است. خب اینا میرین برای تختصی باز با هم دیگه کار میکنیم که چه قسمی میتونیم این نمبر کتله رو به دست بیاریم. گفته عنصر هلیوم دارای دو پروتون است. پروتون رو با نماد چی نمایش میدن؟ با نمادی پی. پی مساوی بود با چند؟ در این مسئله دو. گفته دو پروتون، دو نیوترون. نیوترون با این نمایش میدادیم. این مساوی است با دو. خب از ما چی خواسته؟ نمبر کتله را خواسته. نمبر کتله تعریفی چی بود شاگردای عزیز؟ برای ما بگویید. نمبر کتله؟ آفرین به شما، احسن. به مجموعه پروتون ها و نیوترون ها گفتم بشد. خب ما پروتون ها را داریم، نیوترون ها را هم داریم، با هم جمع میکنم تعدادی شانه با هم دیگه نمبر کتله به دست میآیه. دو جمعی دو مساوی است با چند؟ چهار. این میشه نمبری کتله اتمی. به هم راحتی به دست آمد. یک مثال دیگه در رابطه با نمبر کتله اتمی. حالی که شاگردای عزیز یاد گرفتین که نمبر کتله چی هسته، همچنان نمبر اتمی چی هسته، با کمک این دو نمبر ما میتونیم براحتی یک اتم را نمایش بدیم. نمایش به این صورت هست، همطور که برای سلاید مشاهده میکنید شاگردای عزیز، ما در قسمتی مرکز سمبول را نوشته میکنیم. سمبول چی است؟ سمبول میتونه نمادی یک عنصر باشه. طور مثال اتم هیدروژن را با حرف H نوشته میکنیم در این قسمت، یا هلیوم را با حرف H ای نمایش دادن میشه نوشته میکنیم. خب در قسمت بالا سمت چپ نمبر کتله را نوشته میکنیم و در قسمت پایین سمت چپ نمبری اتمی را نوشته میکنیم. به این صورت ما میتونیم اتم ها را برای نمایش بدیم.
حال در این رابطه میخواهیم یک نمونه سوال دیگه کار کنیم که بفهمیم این نمبر کتله اتمی چه قسمی به دست میآید، در کجا قرار گرفته، به چه صورت نمایش داده میشه. عنصر کلورین دارای نمبر اتمی 17 و نمبر کتله 35 می باشد. تعداد نیوترون های آن را مشخص نمایید. خب میریم برای تخته سیاه معلومات که داریم از این مسئله نوشته می کنیم تا مسئله را حل کنیم. خب معلومات بر ما بگویید چی هستن؟ عنصری کلورین که با سمبول Cl نمایش داده میشه، گفته دارای نمبر اتمی 17 است، نمبر اتمی مساوی است با 17، نمبر کتله 35. خب معلومات مسئله است، تعداد نیوترون ها را از ما خواسته. نیوترون ها را با حرفی یا با سمبول N نمایش می دادیم، این را از ما خواسته. خب اتم را که بخوایم نمایش بدیم به این صورت هست، سمبول Cl که مربوط به کلورین هست را نوشته می کنیم، نمبر اتمی را در کجا نوشته می کنیم؟ نمبر اتمی را آفرین هستن در سمت چپ به قسمتی پایین در قسمت نوشته میکدیم. نمبر کتله را کجا نوشته میکدیم؟ سمت چپ در قسمتی بالا. چند است؟ 35. خب در قسمت نوشته میکنیم. این میشه نمایش اتم این با. خب تعداد نیوترون ها را از ما خواسته. چه قسمی میتونیم تعداد نیوترون ها را به دست آوریم شاگردان عزیز؟ خب یک کمکی فکر کنید. خب آفرین. احسن به شما. دقت کنید در این قسمت ما گفتیم که نمبر کتله مجموعه چی بود؟ مجموعه نیوترون ها و پروتون ها بود دیگه، صحیح است؟ خب نمبر اتمی تعداد پروتون ها رو برای ما نمایش میداد، از ما چی خواسته؟ نیوترون ها. خب از این قسمت بالا برای که نیوترون ها رو به دست آوریم نمبر کتله رو داریم، پروتون ها رو داریم، برای چی میتونیم نیوترون ها رو به دست آوریم؟ به این صورت این نیوترون ها جمعی پی پروتون ها مساوی است با نمبری کتله 35 است. خب این مساوی است پروتون ها چند است؟ 17 نشته میکنیم، مساوی این اول رقم جای گذاری کنیم 35، این مساوی است با 35 منفی 17. خب این تعداد نیوترون ها به دست می آید چند؟ به دست می آید 18. خب این میشه نمبری تعدادی از روی نمبری کتله و پروتون ها ما چرا به دست آوردیم؟ تعداد نیوترون ها. خب به همین راحتی تونستیم مسئله را حل کنیم با توجه به معلوماتی که داریم. این میشه یک نوع دیگه از سوالات که براتون میتونه از این قسمت بیایه. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در این قسمت به اتمام رسید. آله بیاییم ببینیم که امروز ما و شما چی یاد گرفتیم. به طور خلاصه بگویم که چی یاد گرفتیم. به ما کمک کنید، همکاری کنید. چی یاد گرفتیم؟ نمبر اتمی رو یاد گرفتیم، صحیح است. گفتیم نمبر اتمی چی است؟ با مجموعه پروتون ها گفتم باشه، آفرین. دیگه چی یاد گرفتیم؟ نمبر کتله اتمی رو یاد گرفتیم که مجموعه چی بود؟ مجموعه پروتون ها و نیوترون ها بود، صحیح است. اندازه اتم ما گفتیم. دیگه چی گفتیم؟ دیگه در رابطه با چی صحبت کردیم؟ در رابطه با الکترون ها، پروتون ها و نیوترون ها که سه ذره اساسی اتم بود با هم کار کردیم که جایگاهش در موقعیتش در کجا هسته، دارای چه رقم چارج هسته. دو تا نکته براتون گفتیم. نکته چی بود؟ کتله پروتون مساوی است با کتله این چی؟ کتله نیوترون. آفرین. دیگه چی؟ احسن.
کتله الکترون 1840 برابری چی سبکتر از کتله چی بود؟ سبکتر از پروتون بود. آفرین، احسن. این مطالبی بود که امروز ما شما یاد گرفتیم شاگردای عزیز. حال در این قسمت یک کارخانگی براتون آوردم که این کارخانگی را با توجه به مطالبی که امروز ما شما کار کردیم میاییم با هم دیگه نگاه میکنیم این کارخانگی را در خانه انجام بیتین و جوابش را برای ما روان کنید. کارخانگیتون به این قسمت است. جدول زیل را تکمیل نمایید. در این جدول که مشاهده میکنید شاگردای عزیز اسم عنصرها برای شما داده شده که میس هسته و پتاسیم هسته. نمبر اتمی یک تایش داده شده، یک تایش نه، که باید در قسمت خالی جدول شما نمبر اتمی میس را به دست آورین، حل کنید. و تعداد نیوترون های هر کدام داده شده، نمبر کتله میس داده شده و پتاسیم را باز اینجا از شما خواسته شده که در قسمت جای خالی باید نوشته کنید. و در آخر هم سمبول هر کدام که میس و پتاسیم را براتون نشان داده شده. خب شاگردای عزیز، امیدوارم که درس امروز خوب فهمیده باشین. شما را به خداوند منان می سپارم. خدایا رو نگهداری همگیتون باشه.